ناگفته‌های تلخ و دردناک از زندگی شهرام لاسمی، بازیگر معروف شخصیت قلقلی، و ماجرای دعواش با مجید قناد و نامردی که صدا سیما در حقش کرد و جواب 30 سال سکوتش رو داد. با ما همراه باشید، راجع به زندگی این هنرمند صحبت میکنیم و در مورد فقر شدیدش و همینطور علت مهاجرتش از تهران هم صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. شهرام لاسمی که در 26 آذر 1343 در تهران به دنیا اومد، یکی از شناخته شده ترین بازیگران و مجریان کودکان در ایرانه که با نام هنری قلقلی به شهرت رسید. او کار هنری خودش رو با بازی در تئاتر تلویزیونی رویاهای احتکار و سلطان آغاز کرد و در سال 1363 زمانی که تنها 20 سال داشت با نقش آفرینی در برنامه بازی شادی تماشا به عرصه کودک و نوجوان وارد شد. این برنامه به تهیه کنندگی زنده یاد فریماه فرحی بود و شهرام لاسمی در اون نقش قلقلی رو به عهده داشت، نقشی که بدون کلام و تنها با حرکات بدنی و ایما و اشاره تونست محبوبیت بسیاری در میان کودکان دهه 60 به دست بیاره. او این شخصیت رو در برنامه‌های دیگه ای مثل دوقلوها، موتور امداد، پیک بچه‌ها و قلقلی در سرزمین گلک‌ها ادامه داد و به یکی از چهره‌های بیادماندنی تلویزیون ایران تبدیل شد. قبل از ورود به تلویزیون، لاسمی در شهر بازی تهران به اجرای نمایش‌های طنز برای کودکان و نوجوانان می‌پرداخت. اون در اونجا شخصیتی رو روی صحنه می‌آورد که شباهت زیادی به قلقلی داشت و بعدها در تلویزیون به شکل تکامل یافته‌تر اجرا شد. با این حال، نقشی که در تلویزیون بازی می‌کرد، تأثیرات عمیقی بر زندگی شخصیش داشت. برای حفظ فضای ذهنی مخاطبان خود، لاسمی سالها در اجتماع حرف نمی‌زد و این انزوای خود ساخته باعث شد که شخصیت درونگرا و افسرده‌ای پیدا کنه. لاسمی در سال 1367 در سن 24 سالگی با عاطفه پازوکی که یک چهره پرداز بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 2 فرزند، یک دختر به نام مهسا و یک پسر به نام مانی. او و همسرش از طریق دوستی خانوادگی که میان پدرانشون وجود داشت با هم آشنا شدند. دخترش در زمینه تدوین و دامادش در حوزه گرافیک و تدوین فعالیت می‌کنند. پسرش هم هنرجوی آموزشگاه بازیگری کودکان و نوجوانانه و به تئاتر مشغوله، در حالی که همسرش به عنوان کارشناس گریم و چهره آرایی فعالیت می‌کنه. لاسمی در کنار فعالیت‌های هنری خود به تدریس در آموزشگاه‌های بازیگری هم می‌پردازد و در کارگاه‌های مختلفی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شوند به کودکان و نوجوانان آموزش می‌دهد. او به شدت به ادبیات کهن علاقه‌منده و آثاری از مولانا و سعدی را مطالعه می‌کند. همچنین در زمینه ادبیات کودکان هم مطالعه دارد. او حتی جدیداً یه سری کارگاه فن بیان رو هم در تهران و یه سری از شهرهای بزرگ برگزار کرد که پوسترهای این کارگاه خیلی در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد و کاربران به شوخی یا جدی میگفتن مگه قلقلی لال نبوده که زبون باز کرده که الان کارگاه فن بیان گذاشته. شهرام لاسمی سالها در تلویزیون حضور داشت و آخرین کار او در تلویزیون برنامه اتل متل تماشا در سال 1399 بود. با این حال پس از اون هرچه طرح به صدا و سیما ارائه کرد پذیرفته نشد و او تصمیم گرفت از تهران فاصله بگیره و به مشهد مهاجرت کنه. اکنون در مشهد زندگی میکنه و به تدریس و اجرای تئاتر برای کودکان مشغوله. از اینکه به رغم وفاداری به شخصیت قلقلی مورد حمایت مسئولین قرار نگرفته و به نوعی کنار گذاشته شده ناراحته. لاسمی اشاره میکنه با وجود پیشنهادهای زیادی که در حوزه بازیگری داشت به خاطر حفظ شخصیت قلقلی بسیاری از اونها رو رد کرده و اکنون در شرایط مالی سختی به سر میبره. او حتی فکر کرده که برای تامین زندگی خود به مسافرکشی بپردازه.
با این که لاسمی سالها در حوزه کودک فعالیت کرده، از مسئولین حمایتی دریافت نکرده و اکنون به تدریس فن بیان در آموزشگاه‌های مختلف مشغوله. اون معتقده که برنامه کودک در حال حاضر جذابیت گذشته رو نداره و والدین باید برای فرزندان خودشون وقت بیشتری بذارن و با آنها به تفریحاتی مثل تئاتر و سینما بپردازن. لاسمی همچنین از تجربه شنیدن خبر کذب فوت خودش در شبکه‌های اجتماعی شوکه شد و از اینکه مسئولان تنها پس از مرگ هنرمندان به یادشون میافتن انتقاد کرد. لبه بدونید مجید قناد و شهرام لاسمی با اینکه سالها با هم همکاری داشتن ولی مدتها با هم قهر بودن و جلوی دوربین با هم صمیمانه برخورد میکردن ولی پشت دوربین حتی جواب سلام همدیگر رو هم نمیدادن که خب بعد از مدتی این کدورت و مشکلات بینشون حل شد و الان روابط صمیمانه‌ای با هم دارن. توی اون برنامه وارد شد، نقشش همی بود که صحبت نکنه، دلیلم داشتیم، گفتیم بسیاری از بچه ها خجالتی هستن، حرف نمیزنن، وقتی یه مهمان میاد پشت در قایم میشن و بعضی از بچه ها هم یک درصدی که لال و ناشنوا هستن، بگذاریم این سمبول اولها باشه. قلقلی با اون کارکتر خوبش که خیلی قشنگ هم اجرا میکرد آقای شهرام لاسمی، تو دل بچه ها جا باز کرد و اجرا میکردیم. آقای قناد یه شخصیت دوست داشتنی دارم، یه شخصیت فوق‌العاده مهربون و بسیار انسان خوشگل. سال 76 یک سریالی با هم کار کردیم که به اسم دوقلوها، آقای قناد تهیه کننده بود، من قرار بود بازی بکنم. توی اون کار یکی از مشکلاتی که به وجود اومد از شروعش اونجا بود که من آقای قناد یه مشکلی با هم داشتیم، ولی 7 ماه ما سر فیلم برداری بودیم. توی این 7 ماه ما بیرون از کار اصلا با هم حرف نمی زدیم به هیچ وجه، ولی توی کار چنان با هم بازی می کردیم که هیچ کس تا این لحظه نفهمید که اون سریالی که ما بازی کردیم با هم قهر بودیم. خیلی جالبه، ولی بعد از که سریال تموم شد به هر حال با هم آشتی کردیم و همچنان دوستیمون سر جاش هست و همچنان به دوستیمون داریم ادامه میدیم. مشکل خیلی کوچولو البته پیش اومده بود و در اون چند روزی هم که سر فیلم برداری بودیم با هم شاید خوب صحبت نمی کردیم، اما خیلی زود گذر بود و خیلی زود هم تموم شد و شاید یکی باعثش همون سریال بود. یکی که چون خودمون برای بچه ها کار میکنیم معمولا خودمون میگیم قهر بده و کسی نباید از کسی دلخور بشه، برای یادم خیلی زود تموم شد. معمولا وقتی که خب دوربین میاد توی خیابون دیگه مردم قاعدتا وقتی کاراکتری که دوست دارن میبینن میان به سمتش، دوست دارن که ببینن چی کار میکنه. هر موقع که مردم میومدن سمت من آقای قناد میگفتش که حرف نزن، هیچی نگو و سعی کن همون بازی رو داشته باشی. بارها و بارها شد که همون جوری بازی میکردم و آقای قناد زبان گویای من بود. خب رفقا، حتما نظراتتون رو برامون تو بخش کامنت ها در مورد شهرام لاسمی و حواشی زندگیش بنویسید. یک دنیا هم سپاس بابت لایک این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.